سازمان صنایع دفاعی وزارت دفاع امروز شاهد برپایی یک نمایشگاه. نمایشگاهی بزرگ که در آن آخرین تجهیزات نظامی به نمایش درآمد. این قابلیت داره که از 3 کیلومتری هدایت بشه، تصاویر ارسال بکنه. از بمب‌های هواپایه با نصب بر روی هواپیماهای جنگی با سرنشین و بدون سرنشین. خلبانی که امروز پشت هواپیمای جنگنده میشینه میتونه 210 کیلومتری بمب خودش رو رها کنه تا انواع خمپاره و مهمات توپخانه‌های هدایت شونده. ما قابلیت نقطه زنی رو داریم توی فواصل 16 کیلومتر و 25 کیلومتر. پلت کمری که مخصوص توی آب، قواس در زیر آب میتونه 4 گلوله شلیک بکنه. نسل جدید سلاح هم نشان میداد که متخصصان دفاعی وزارت دفاع دستاوردهای بی‌نظیری داشتن. اگر باهایی در حالت عادی با این سلاح تیراندازی بکنی حتما باید 2 پایه داشته باشه، ولی الان این قابلیت رو برای رزمنده ایجاد میکنه که بتونه رو دست با نوارهای بلند بتواند اجرای تیر بکنه، در حال حرکت شلیک بکنه. این هم سامانه پدافندی که هر هدفی رو در آسمان رهگیری میکنه و 112 گلوله هم آماده شلیک دید. خودروهایی که ضد گلوله و ضد انفجار بودن و بیشتر در نقاط مرزی کاربرد دارن. کاملا ساخت داخل هست، بدنه، موتور و سیستم انتقال قدرت. انواع موشک های زمین به زمین و هواپایه و پدافندی هم در این نمایشگاه دیده می شود. برد شما تا 150 کیلومتر محاسبه بکنید. اما امروز مهمان ویژه افتتاحی نمایشگاه رئیس مجلس بود. دوش پرتاب یک بار مصرف بصیر رو داریم که ضد استخدامات رو بزنه. آقای قالیباف بعد از بازدید چند ساعته از قدرت دفاعی ایران گفت. جزء بدون شک 10 قدرت اول حوزه ساخت تجهیزات و امکانات هستیم. اویم با تکنولوژی های روز با دقت بالا در زمینه های مختلف، از یک اسلحه ساده کلت دستی تا موشک های نقطه زن و انواعش با تجهیزات امکانات، واقعا غرور آفرین و افتخار آفرین. امیر حاتمی وزیر دفاع هم از ویژگی های نمایشگاه صحبت کرد. تنوع بالا، به فناوری بالا که از جمله به هوشمندی سلاح‌ها کاملا توجه شده بود و به عمق خودکفایی اشاره کرد. همش در واقع کارهایی بود که ظرف 4 سال گذشته این سازمان انجام داده بود. این تجهیزات در حوزه رزم زمینی کاربرد دارد. این دستاوردها در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است و در حال حاضر هم به تولید انبوه رسیده و در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.